دوستان سلام، حالا احوالتون چطوره؟ حوضای موشکافی به راه دیگه ها؟ عرضم به حضور شما که سیدعلی شستش خبردار شده که دیر یا زود کوسه و شرکا زهر و روونه حلقوم ولایت میکنن. به همین خاطر تصمیم گرفته از الان بساط قیچیکاری رو بچینه و راه و واسه خط خطی کردن کوسه باز کنه. چرا معمولا نام طراحان اصلی این فجایع و فتنه ها افشا نمیشه؟ علتش این است که اینها سعی میکنن قبل از هر اقدامی برای خودشان با ترفندهایی حریم و حاشیه امن درست کنند تا دسترسی به اونها غیر ممکن یا مشکل باشه. مهم و رسالت اصلی ما این است، باید تلاش کنیم در هر فتنه ای طراحان اصلی رو بشناسیم. روش نمیشه بگه عظما طلسم شکسته، نا و رمق جراحی نداره، پیله میکنه به حاشیه امن کوسه اینا. بابا 4 سال میشینی پا میشی هی میگید طراح اصلی ال بود، کارگردان فتنه بل بود، بعد هنوز دنبال شناسایی طرفی؟ البته اگر طرح براندازی نظام به ثمر مینشست، اینها از پس پرده بیرون میامدن و عوامل کف خیابانها و چه بسا فرماندهان عملیات براندازی رو مثل دستمال کثیف مصرف شده به دور مینداختند. اما امت پرورش یافته در مکتب ولایت و در ساموزان مدرسه عاشورا اجازه ندادند طرح براندازی نظام تحقق پیدا کنه و با حرکت توفنده نه دی به دفاع از ولی فقیهشون برخواستند و فتنه‌گران را به انزوا انداختند. به پا آقا رو نخوره زمین، پیدا کنی پرتقال فروش را، اگر طرح براندازی بگیر و پیچ خورده، اگه فتنه گرا تو انزوان، اگه حرکت نوه دی توفنده بوده، پس دیگه این همه جیغ و داد واسه یه چیه؟ پس چرا تازه دنبال طراحان فتنه میگردی؟ عمو جغد شاخدار، ظاهرن زهر رو مخچه عمامدار تو هم تأثیر گذاشته، افتادی به پرت و پلاگویی، لااقل مثل یارو آخون مفسدی حرفتو بی استخون بزن. خدا به داد کسانی برسد که جام زهر را به امام دادند و هنوز هم در این میان پررویی می کنند و من این موضوع را فعلا مطرح نمی کنم. پتن آنکه جنگ برای نظام استکبار نتیجه نداد، استکبار استراتژی جنگ نرمی را ترجیح داد. حالا تو بهبوه جنگ نرم توجه شما رو به یک جفتک پرونی سخت از طرف بسیجی های ساندیسخار جلب میکنم که قراره بزنه فتنه رو ریشه کن کنه. ناگفته نماند همشهریانمون قبل از اقامه نماز جمعه کتباً خواستار محاکمه آقایان موسوی و کروبی و دیگر سران فتنه شدند. این تومارتون چه چیزی خواستید؟ خواستیم محاکمه بشن و به اشد مجازات برسن. ضربه‌ای که فتنه‌گران حقیقتش به انقلاب اسلامی و اصول دین دادن، از جنگ تحمیلی که صدام و غرب علیه ایران فراهم کرده بدتر بوده. بله، پس معلوم میشه فتنه نه تنها تموم نشده بلکه تازه اولشه. اینو موشکاف نمیگه ها، اینا همون آخون مفسدی میگه. اگرچه فتنه 88 متوقف شد، اما این فتنه تمام نشده و آمریکا در توافقنامه ژنو میخواهد ایران را بازی بدهد. آها گرفتم، پس یه سر کلاف فتنه میرسه به توافقنامه و ژنو و این حرفا ها؟
پس با این حساب وضعیت سید علی اساسی پیش تو پیچه، یعنی بحران تو بحرانه. هر چی زهر رو بیشتر کوب کنه دل پیچش هم بیشتر میشه، اون وقت ریش سید علی و آتیش فتنه برو که بریم. خامنه ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، خامنه ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، شیخ دهن دریده فوتوکوپی یزیده یه عمری مفچریده خشم ما رو ندیده. خامنه ریشش درازه میده چی و حفظ بازه، تا چشم هم بذاره میبینه که سر نداره، کله پا شده تو میدون از اما مش آویزون. آخونده بد قواره تو فکر حد فراره، هرچی که خورده 30 سال باید بالا بیاره. Oh.